تنها بود، واقعا تنها، مثل خانه‌ای که در آن به دنیا آمد، قدمت داشت آنجا که قبل از خلقت زمان مشغول رفو کردن نعلینهایش بود. بارها گفته بود که من خدا نیستم. من میگویم هزار بار خودش را تقلیل داده بود تا بفهمیش. بگذریم، برای توصیف این شخصیت پایانی تصور نمی شود. 25 سال چاف، 25 سال با او نبودن اطلاعی انسانیت را تا روز موعود به تعویق انداخت. هرچه تلاش کرد ما را به آسمان ببرد نشد، یعنی می شد آنها نگذاشتند، همانهایی که با درویی تبریک گفتند ولی زدند زیر همه چیزو گفتند کی کجا ما که ندیدیم. خانوادهش بی همتا بودند، تازه خدا میخواست فرزند پسری به او عنایت کند، تازه قرار بود خانهشان قشنگ تر شود. اما از این به بعد تاریخ را که ورق میزنیم سرانگشتانمان میسوزد، کلمه ها بوی دود میگیرند. یک جنگل هیزم آماده کردند برای سوزاندن آشیانش، همسرش، همه ی دار و ندارش، همه را گرفتند. بشریت یتیم شد و او تنها تر از همیشه. تصورش را بکن، یک مرد چقدر میتواند تنها باشد؟ میان نخلهایی که کاشته بود شبانه قدم میزد، با دستهایش خاک را کنار میزد و برای زمین حرف میزد. گودال خاکی غصه هایش را با دستان مهربانش پر میکرد تا مبادا یتیمی در دنیا از قصه های پدرش ناآرام و آشفته شود. فرقی ندارد یک جنرال نظامی در شب عملیات باشی یا یک ورزشکار المپیکی در شب مسابقه. فرقی ندارد روزنامه نگاری باشی یا درمانده از نگارش گزارشت. با هر عینکی که به او نگاه کنی دلت را میبرد، شیفتش میشوی. اگر بود کلمات قصارش قشنگ ترین و جذاب ترین توییت‌های جهان بود، از ماوری و پهلوانیش پربازدیدترین ویدیوهای یوتیوب. تفاوتی ندارد مسیحی باشی یا یهودی، مسلمان باشی یا اصلا دین نداشته باشی. فرقی ندارد اهل کجایی، بعد از تمام شدن این ویدیو این کلمه سه حرفی را در گوگل سرچ کن و از جستجوی خودت لذت ببر. علی